نظامی گنجعی، شاعر داستانسرا و رمزگوی سده ششم، بزرگترین داستانسرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان پارسی است که به عنوان پیشوای داستانسرایی در ادبیات پارسی شناخته شده. خمسه از مشهورترین منظومه های زبان پارسی است. حکیم، الیاس ابن یوسف ابن زکی بن معید نظامی گنجعی از استادان بزرگ سخن و از ارکان شعر پارسی است. وی در شهر گنجه زاده شد که سال 530 هجری قمری در حوالی آذربایجان امروزی بوده است. نظامی قسمت بزرگ عمر خود را در وطن خود گنجه صرف کرد و در همانجا به کسب علوم و فنون علم پرداخت و تنها یک سفر کوتاه به دعوت قزل ارسلان به یکی از شهرهای نزدیک گنجه کرد و در مجلس آن پادشاه با نهایت احترام و اکرام پذیرفته شد. نظامی گنجعی را می توان از برترین شاعران ادب پارسی به حساب آورد. هیچ شاعری به اندازه او به داستانسرایی و طول و تفسیر زیبای آن در قالب مثنوی نپرداخته است. او هرگز در دستگاه حکومتی هیچ پادشاهی مشارکت نکرده. این به آن معنا نیست که از پادشاهان وی در آثارش نامی نبرده، بلکه او شاعر درباری نیست و به خاطر دستمزد و پاداش شعر نمی سروده است. با وجود این، بسیاری از آثارش را به پادشاهان آذربایجان و یا شهر گنجه تقدیم می کرد. مقام علمی نظامی گنجعی در غرب و شرق زبان زده همگان است. بی تردید نظامی حکیم بود. او به علم نجوم و ستاره شناسی تسلط کامل داشته و جدای از آن به مباحث عرفانی تعلق خاطر عمیقی داشت. در آثارش به خوبی می توان ردپای این دلبستگی را دید. استفاده از اصطلاحات مرسوم نجوم، عرفان و تصوف در قالب داستان، هنر نظامی گنجعی است. گاهی معانی آثارش ظریف و عمیق است و گاهی سهل و آسان. آنجا که شروع به داستان سرایی می کند، قصه راحت و قابل فهم است و آنجا که به طبق سنت ادبی قبل تقدیم به پیامبر و اهل بیت می شده است، زبانش فاخر است. از بین شاعران زبان پارسی، نظامی گنجعی در منظومه عاشقانه سرآمد است. نظامی هم مثل تمام بزرگان دانش و ادب در طول جوانی به دانش‌اندوزی و کسب هنر و کمال اشتغال داشت. او به علت کوشش و رنج بسیار در راه فرا گرفتن دانش و ادب به آن مقام و مرتبه عالی در فرهنگ و سخنوری رسیده است. نظامی به همسران خیش احساسات لطیف و علاقه و محبتی خاص داشت. این امر را می توان در مثنوی های عاشقانه وی و مضامین دقیق و خیالات باریک او یافت. نظامی گنجعی، مرگ شیرین، قهرمان داستان و مظهر یک زن خوب را که در شروع جوانی و بهار زندگی با آن همه زیبایی و دلبری رخت از جهان کشید و در زیر خاک پنهان شد، شبیه مرگ آفاق، معشوق و محبوب جوانمرگ خیش می داند. در زمان نظامی گنجعی، خرافات و اعتقاد به سعد و نحس بودن کواکب وجود داشت. برعکس مردم آن زمان، با کمال صراحت و شهامت، عقیده علمی خیش را که مخالف عقاید عمومی آن هنگام بود بیان می کند و می گوید ستارگان هم خود مخلوق واجب الوجود هستند و هیچ گونه تأثیری در سرنوشت و آینده فرزندان آدم ندارند. نظامی گنجعی یک خمسه بسیار معروف و مشهور دارد. خمسه به معنی پنج گانه است. خمسه شامل مخزن الاسرار، هفت پیکر، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، اسکندرنامه و اقبالنامه بود. اسکندرنامه که شامل شرفنامه و اقبالنامه است، یک کتابند، اما در دو بخش. این آثار در قالب مثنوی که هر بیت آن قافیه و ردیف جداگانه دارد سروده شدند. جذابیت آثار وی به خاطر استفاده کردن از مضامین گوناگون در آثارش است. با وجود آن که او علاقه عمیقی به عرفان و نجوم و تمثیل دارد، در همه جای آثار به این موارد نپرداخته است. حکیم نظامی 30 سال از عمرش را برای سرودن مجموعه اشعارش به نام خمسه صرف کرد. او از آن سخنگویانی است که مثل فردوسی و سعدی توانست به ایجاد و تکمیل سبک و روشی خاص دست یابد. چنانچه داستانسرایی در زبان پارسی توسط نظامی آغاز نشده،
اما تنها شاعری که تا پایان سده ششم توانسته شعر تمثیلی را به حد اعلای تکامل برساند نظامی است. نظامی در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه، ابداع معانی و مضامین نو و دلپسند، تصویر جزئیات با نیروی تخیل و دقت در وصف مناظر و توصیف طبیعت و اشخاص و بکار بردن تشبیهات و استعارات مطبوع و نو در شمار کسانی است که پس از خود نظیری نیافته است. با وجود آن که آثار نظامی از نظر اطناب در سخن و بازی با الفاظ و آوردن اصطلاحات علمی و فلسفی و ترکیبات عربی فراوان و پیچیدگی معانی برخی از ابیات قابل خردگیری است، ولی محاسن کلام او به قدری است که باید او را یکی از بزرگترین شاعران نامید و مخصوصاً در فن خود بی همتا و بی مانند معرفی کرد. حکیم نظامی گنجایی در فاصله سالهای 602 تا 612 در گنجه درگذشت و آرامگاهی برای او در همان شهر منصوب است. اینک در همان جا بنایی ساختند که از شاهکارهای معماری سنتی است.